باب پیامبری بود انقلابی و زندگی کوتاهش پر حادثه و پر مخاطره بود و ده ها هزار نفر پیرو او شدند. باب به نظر من کسیه که عمیقا مجذوب حق و با اون مأنوسه. مردم چنان جذب او می شدن که حاضر بودن جان خود رو فدای او و تعالیمش بکنند. کسی با اون نفوذ کلام بین توده های مردم تهدید محسوب شد. از نظر سیاسی ظهور یه دین جدید مخل وضعی وجود باید ادامه شد. 750 سرباز شلیک کردند. دود که محو شد، باب ناپدید شده بود. در همه ادیان از موعودی خبر داده شده که با ظهورش عصری ذهبی آغاز خواهد شد. مسیح، رجعت مسیح، دهمین آویتار و دوازدهمین امام. امروزه بسیاری به این بشارتها اعتنایی نمی کنند، چرا که باور ندارند آنها هیچگاه محقق شوند، به خصوص در دوره زندگیشان. اما همیشه اینطور نبوده. کمتر از 200 سال پیش، مردم در سراسر جهان بی صبرانه منتظر ظهور قریب الوقوع موعود بودند. ادیان بزرگ جهان مثل دین یهودی، مسیحی و اسلام هر کدام جداگانه زمان واحد یعنی اواسط سده 19 هم را برای ظهور موعود پیش بینی کرده بودند. در انگلستان، فرانسه، آلمان، هلند، سوئد و سایر کشورها مسیحیان با اشتیاق و اطمینان منتظر تحقق قریب الوقوع وعده‌های الهی بودند. در اوایل قرن 19 به خصوص در میان پروتستان‌های آمریکا شور و شوق مذهبی زیادی بود. داخل یا خارج از کلیسا جلسات تبلیغی برگزار می شد. در این جلسات به مردم می گفتند که عیسی مسیح رجعت خواهد کرد و جهان با آتش پالوده و پاک خواهد شد. در آن زمان شخصی به نام ویلیام میلر معتقد بود که می شود روز رجعت یا ظهور ثانی عیسی مسیح را محاسبه کرد و برای اثبات ادعایش دست به کار شد. ویلیام میلر با دقت کتاب مقدس را بررسی کرد و حوادث تاریخی اون رو که تا اون زمان اتفاق افتاده بود با بشارت‌های عهد عتیق و جدید مطابقت داد. و در کمال تعجب متوجه شد که اولاً به ظهور اول در عهد عتیق بشارت داده شده بوده و ثانیاً ظهور دوم نزدیکه. او بشارتها رو با حوادث تاریخی که به نظر می رسید تحقق اون وعده ها باشه مطابقت داد و بعد با روش منطقی تاریخ رجعت مسیح رو محاسبه کرد. هزاران نفر که به درستی حرفهای میلر باور داشتند که مسیح در روز معینی در سال 1844 رجعت می کند، به جریانی پیوستند که به جنبش ادونتیست آمریکا تبدیل شد. میشه غلایان احساسات مردم رو تصور کرد، هم هیجان و هم ترس از اتفاقی که قرار بود بیفته. کشاورزها دست از کشت زمین هاشون کشیدند و محصول رو برداشت نکردند. حتی عده‌ای به جرم‌هاشون اعتراف کردند تا وقتی مسیح اومد گناهی به دوششون نباشه. اونهایی که شراب می‌خوردن ترک کردند. مردم روش زندگیشون رو تغییر می‌دادن تا آماده این لحظه بزرگ بشن. 22 اکتبر 1844 100,000 نفر به امید تحقق وعده‌ها و آمدن دوباره عیسی مسیح در کلیساها، خانه‌ها و میدان‌ها جمع شدند. خب با طلوع خورشید در روز 23 اکتبر همه باید پیش خودشون اعتراف می‌کردند که هیچ اتفاقی نیفتاده. اسفناک بود، واقعا اسفناک بود. همه کاملا مضطرب بودند و گریه می‌کردند. آن روز در سراسر جهان به روز نومیدی بزرگ معروف شد.
خیلی برام جالب بود که چیزی مشابه در ایران میان مسلمان‌های شیعه اتفاق افتاده بود و از همه عجیب‌تر این که سالی که اونها منتظرش بودند به تقویم خودشون 1260 بود که همون سال 1844 میلادیه. در حالی که مسیحیان در غرب منتظر رجعت مسیح در سال 1844 بودند، در شرق و در همان زمان مسلمانان شیعه منتظر پیامبری الهی با عنوانی دیگر بودند، امام دوازدهم. به اعتقاد اونها امام دوازدهم تو غیبت به سر می برد. حی و حاضر بود اما نمی شد دیدش. مردم تصور می کردند که این شخص هزار ساله به عنوان فرستاده الهی رجعت می کند تا صلح برقرار کند و با ضرب شمشیر رهبر سیاسی می شود و بر جهان به عدالت حکمرانی می کند. در اواسط سده 19 هم هر ایرانی شیعه‌ای چنین اعتقادی داشت. بعضی از اونها شاید امیدوار بودن هرگز چنین اتفاقی نیفته، چون بنابر اخبار و روایات شیعیان همه چیز به هم می‌ریخت. دنیا زیر و رو می‌شد. وقتی که قائم ظهور کنه دیگه اوضاع مثل سابق نخواهد بود. بله عدالت برقرار میشه، اما خیلی چیزها عوض خواهد شد. با اینکه درباریان و علمای سنتی ورد زبانشان دعای فرج برای ظهور قائمی بود که مدت‌ها منتظرش بودند، خوب می‌دانستند که آمدن او نشانه پایان قدرت آنها خواهد بود. از یه طرف مجبور بودن مدام ارادتشون رو به امام دوازدهم نشون بدن، از طرف دیگه هر شخصی هر نهضتی رو که به هر شکل و صورتی ادعا می‌کرد که انتظار هزار ساله به سر اومده با تمام قدرت و توانشون سرکوب میکردن. یکی از شیعیانی که قبل از رسیدن سال 1844 انتظار امام دوازدهم رو میکشید عالمی بود به نام شیخ احمد. او جنبشی به راه انداخت که در ایران و عراق به شیخیه معروف شد. شیخ احمد شاگردان و مریدانی را به دور خودش جمع کرد تا مردم را برای ظهور موعود آماده کنه. افزایش پیروان شیخی تهدیدی مستقیم برای طبقه علما بود. با وجود اذیت و آزار آنها، هر روز تعداد بیشتری جذب تعالیم بدیع و اصیل آن نهضت می شدند. یکی از پیروان شیخی عالمی برجسته به نام سید کاظم بود. او جانشین شیخ احمد شد و در نشر شیخیه در کربلا بسیار موفق شد. اما سید کاظم بدون تعیین جانشین درگذشت. سید کاظم پیش از وفاتش از شاگرداش خواست که هیچ کاری نکنن جز اینکه پراکنده بشن و به دنبال موعود که ظهورش قریب الوقوع بگردند. یکی دیگر از پیروان ممتاز شیخیه طلبه‌ای بود به نام ملا حسین. تازه از ماموریتی ویژه برگشته بود که دریافت سید کاظم درگذشته است. ملا حسین به کربلا برگشت و پرسید آخرین دستورات سید کاظم به اونها چه بوده. با تعجب شنید که سید کاظم به صراحت از اونها خواسته بعد از وفاتش هیچ کاری نکنن جز اینکه پراکنده بشن و در جستجوی موعود باشن. رو به شاگردان شیخ کرد و با عتاب از آنها خواست به دستور سید کاظم عمل کنند. ملا حسین و چند نفر دیگر مصمم شدند به وصیت استاد فقید خود عمل کنند و موعود را بیابند. او 40 روز در مسجدی اعتکاف کرد. سید کاظم به ملا حسین گفته بود یکی از علائم موعود این است که بدون اینکه کسی از او درخواست کند بر یکی از سوره های قرآن یعنی سوره یوسف تفسیری نازل می کند. ملا حسین میگه انگار یه آهن ربا منو به طرف شیراز می کشید. و آنجا در شیراز اتفاقی افتاد که در سراسر جهان طنین انداخت. ملا حسین در 22 می 1844 وارد شیراز شد. در بد و ورود جوان شاخصی توجهش را جلب کرد که به نشانه سیادت عمامه سبز بر سر داشت. آن جوان نزدیک ملا حسین رفت و بسیار گرم، مؤدبانه و با وقار سلام کرد و او را به خانه اش دعوت کرد. ملا حسین متعجب شد اما دعوت جوان را پذیرفت. به در خانه که رسیدند
جوان به این مضمون به او گفت: داخل شوید با سلامت و امنیت. بعد از صرف چای، وقت نماز مغرب رسیده بود. ملا حسین در کنار جوان به نماز ایستاد و به سوی خدا مناجات کرد که تا کنون در جستجوی موعود به مقصود نرسیده ام، اما تو ظهور او را وعده فرموده ای و تخلف در وعده تو نیست. او چنان غرق مأموریت خود بود که در ابتدا از درک اینکه مقصود درست روبروی او نشسته عاجز بود. بعد از نماز ملا حسین اجازه خواست مرخص شود، اما میزبان مانع شد و از او درباره علائم ظهور امام دوازدهم سوال کرد. جوان از ملا حسین پرسید: استاد شما سید کاظم برای موعود چه اوصافی معین کرده بود؟ سن موعود کمتر از 20 و متجاوز از 30 نیست. از سلاله پاک و از خاندان نبوت و رسالته. از عیوب و نواقص جسمانی مبراه و دارای علم الهیه. جوان به اوصاف ملا حسین از موعود گوش فرا داد و بعد گفت: ملاحظه کنید تمام این صفات در من ظاهر است. ملا حسین از این حرف یکه خورد. او جوانی بود که حتی از طبقه علما نبود، تاجر بود و با این حال چنین ادعایی میکرد. او با تردید روبرو شده بود، آیا خودشه؟ ولی تردیدش به دلیل سنگینی چنین مسئولیتی بود. اما همه چیزایی رو که استادش درباره جلال و قدرت و علم قائم به او گفته بود به خاطر آورد. بعد جوان به اراده خود فرمود: اینک وقت نزول تفسیر سوره یوسف است. این همان علامت قطعی بود که ملا حسین انتظارش رو می کشید. نازل شدن اون از زبان کسی که آموزشی در علوم دینی ندیده، اون هم اونطور خودجوش و غیر منتظره، هر کسی رو متحیر می کرد. ملا حسین سرمست از حلاوت و سرعت نزول آیات صدای جوان را می شنید که خود را باب به معنای در معرفی می کرد. فرستاده خداوند تا عصری جدید برای بشر بنا کند و به ظهوری عظیم‌تر از ظهور خودش بشارت دهد. این برای ملا حسین لحظه ای حیرت آور بود، چون کم کم متوجه می شد که واقعاً در حضور موعود نشسته. در طی اعصار گذشته خداوند پیامبران الهی بسیاری فرستاده است: حضرت کرشنا، ابراهیم، موسی، زرتشت، بودا، عیسی مسیح و محمد. آمدن حضرت باب و آموزه استمرار ظهور انفصال از تعالیم اسلام سنتی را رقم می‌زد. بر اساس عقاید اسلام سنتی، محمد آخرین پیامبره. بر این اساس باب وحی الهی بسته و تا روز قیامت، زمانی که دنیا به آخر میرسه، چنین خواهد موند. اونها برخلاف دیدگاه باب که دین رو تکامل اراده الهی در طول تاریخ انسانی و در جهت پیشبرد بشر میدونست، نگاهی ثابت و نامتغیر نسبت به دین داشتند. خدا مستمراً حقایق دینی و هدایات روحانی برای انسان‌ها نازل می‌کنه و اون هدایات توسط مربیان یا پیامبرانی که در ادوار مختلف تاریخ ظهور می‌کنند به ما می‌رسه. پیامبران تعالیمی میارن که بر همدیگه مبتنی و با همدیگه سازگارن، اما مقتضی با زمان و فرهنگ و مکانی هستن که در اون ظاهر میشن. مفهوم استمرار ظهور، اینکه دین خودش رو احیا میکنه، اینکه هیچ دینی آخری نیست، به نحوی به تهدیدی برای علمای همه ادیان تبدیل شد. پارس یا ایران امروزه زادگاه یکی از قدیمی ترین و دیرپاترین تمدن‌های روی زمین است و یکی از اولین امپراتوری‌های بزرگ جهان محسوب می‌شود. با ظهور اسلام در خاورمیانه، ایران به مرکز عصر طلایی اسلامی تبدیل شد و در عرصه فرهنگ، علم و معارف خدمات بسیاری به دنیا عرضه کرد. اما پیش از ظهور حضرت باب در قرن 19 ایران در انحطاط به سر می برد.
اونها به دنبال شکستی که در جنگ علیه روسیه خورده بودند، از لحاظ اقتصادی در مضیقه بودند. فقر فراگیر شده بود. علما عاملان بروز جنگ ها بودند. می گفتند این تکلیف دینی اونهاست که به جنگ علیه کافران روسی برند. طبیعتاً انتظار داشتند که پیروز بشن، چون اونها در جبهه حق می جنگیدن. وقتی پیروز نمی شدن، وقتی شکست می خوردن، شرم‌آور. در بخش‌هایی از کشور شورش و هرج و مرج بود. از طرف دیگه علمای تشنه قدرت بودند که اقتدار حکومت رو به چالش می کشیدند و عامه مردم هم میان این دو قدرت خرد می شدند. برای کشوری که روزی روزگاری بزرگ بود و حالا تا اون حد به پایین کشیده شده بود، وضعیت تأسف‌باری بود. در چنین محیطی بود که سید علی محمد که به باب معروف شد، در 20 اکتبر 1819 در شیراز به دنیا آمد. ایشان از سلاله ابراهیم و همینطور از اولاد حضرت محمد بودند که در جامعه احترام خاصی داشتند. پس از آنکه پدرشان در جوانی فوت شد، مادر و داییشان ایشان را بزرگ کردند. او به مکتب می رفت، اما معلمش به دایی او گفت که باب احتیاجی به مکتب رفتن و معلم نداره، چون به نظر می رسید علم لدنی داره. در 15 سالگی حضرت باب با داییشان مشغول به تجارت پارچه در بندر بوشهر شدند. او به صداقت معروف بود. به اخلاق حسنه معروف بود. اوقات زیادی را صرف نماز و دعا می کرد. در 20 سالگی حضرت باب به کربلا، شهر مقدس شیعیان در عراق، سفر کردند. در این زمان کربلا مرکز عالی ترین تحولات فکری جهان شیعه، یعنی جنبش شیخی است. باب با تعدادی از شاگردان سید کاظم ملاقات کرد و حتی در چند جلسه درس او حاضر شد. اقامت حضرت باب در کربلا کمتر از 1 سال طول کشید و بعد از آن به شیراز برگشتند. چندی بعد در آنجا با خدیجه بیگم، همسایه دوران کودکی، ازدواج کردند. شبی دیر وقت خدیجه بیگم متوجه می شود که حضرت باب از بستر خارج شده. به جستجوی ایشان می رود و می بیند اتاق طبقه بالا غرق در نور است. از او نقل شده، صورت ایشان نورانی بود و اشعه‌های نور از آن ساطع. جلال و جبروت آن حضرت به اندازه‌ای بود که ترس و وحشت مرا فرا گرفت و در جای خود میخکوب شدم. صبح روز بعد حضرت باب تایید می‌کند که او شاهد لحظه نزول وحی بوده است. حضرت باب به او فرمود: خواست خداوند بود که تو مرا در آن حالت ببینی تا هیچ شک و شبهه‌ای به خود راه ندهی. خب پیامبران رو میشه تجلی خدا در کالبد انسان تصور کرد. انسانند، بله. اما در این حال مربی الهی برگزیده‌اند با کمالات روحانی که نور خدا رو منعکس می‌کنند و پیام خدا رو برای اون روز و عصر به بشر می‌رسونند. در طی تابستان 1844، 17 نفر دیگر پیرو حضرت باب شدند. از بسیاری جهات این پیروان مانند 12 حواری حضرت مسیح بودند. مشهورترین و جوانترین آنها قدوس بود. و اینا افرادی بودند که باید خودشون باب رو میشناختند، با صاف کردن قلبشون و خالص کردن نیتشون. این نحوه ایمان آوردن خودش خیلی شگفت‌انگیز و اسرارآمیز بود. همه اون افراد و همینطور خیلی های دیگه از طریق الهام و شوق و طلب کشف حقیقت هدایت شدند. به پیروان اولیه باب حروف حی می گفتن. این اسم گذاری در واقع سنگ بناهای ظهور جدید رو به حروفی تشبیه می کرد که همه جا پخش شدن و کلمت الله یا کلام خدای حی رو انتشار دادن. حضرت باب حواریونش را به سراسر ایران و عراق فرستاد تا آمدن ظهور جدید را اعلام کنند. مردم انتظار رجعت امام 12 را می کشیدند، اما پیامی که او ابلاغ می کرد از بیخوبون متفاوت بود.
پیام آنها این بود که خالق همه انسان‌ها و همه موجودات یکی است و همه مقدس، زیبا و سزاوار احترامند. در پیشگاه خدا بین شاه و شبان تفاوتی نیست. خصوصیات ظاهری مثل نژاد، جنسیت و ملیت ذات حقیقی انسان نیستند، بلکه هر کدام از ما آینه است که نور ظهور الهی را منعکس می کند. پیام باب پیام پرجذبه‌ای بود، پیام خلاقی بود و جامعه از اون خیلی خوب استقبال کرد. او نیروی تازه به خود فرایند دین داد. او پاکی اعتقاد مذهبی و دعا رو تعلیم داد. اینکه میشه نماز رو از صمیم قلب خوند، میشه خود اون حقیقت رو پیدا کنیم، و این برای توده مردم الهام بخش بود. او همون کاری رو کرد که پیامبران پیش از او کرده بودند، یعنی ادعاش رو به تدریج اعلان کرد، چون اعلام کامل و یکباره اون برای مردم ایران بیش از حد تکون دهنده بود. یکی از مهمترین و خطرناکترین تعالیم حضرت باب این بود که هر کس میتواند خودش با خدا رابطه داشته باشد بدون راهنمایی، وساطت یا شفاعت عالم دینی. حروف حی به هر شهر که میرفتند شنونده های مشتاق میدیدند. مورخین گزارش میکنند که هزاران نفر دعوت و تعالیم حضرت باب را پذیرفتند. در مدت کوتاهی جنبش بابی به جنبش اجتماعی و جنبش معنوی مهمی در ایران تبدیل شد که مایه نگرانی و ترس عمیق هم علما و هم حکومت شد. در اون زمان در ایران علما دارای قدرت زیادی در کشور بودند و بنابراین میشد فهمید چرا تصور رجعت پیامبری الهی اونقدر براشون تهدید کننده بود. خیلی جوونه، بی تجربه است، همه رسائل رو نخونده و به اندازه ما نمیفهمه. اما ترس اصلی این بود که اگر امام غائب برگرده چی به سر ما میاد؟ کل اصول اعتقادی شیعه عوض میشه. یکی از حروف حی زنی ممتاز به نام طاهره بود. برخلاف رسوم سختگیرانه آن زمان، پدرش اجازه داده بود سواد بیاموزد. او با مطالعه آیات قرآن مجید فهمیده بود که امام دوازدهم به زودی رجعت میکنه و از گروهی به نام شیخیه با خبر شد. او در کربلا به شیخیه پیوست تا از جستجو برای موعود اطلاع بیشتری کسب کند. طاهره خوابی میبینه که در اون باب بر او ظاهر میشه و آیه مشخصی از قرآن رو برای او تفسیر میکنه. چند ماه بعد یکی دیگر از پیروان حضرت باب، ملا علی بسطامی، برای انتشار پیام الهی به کربلا آمد. وقتی ملا علی آیاتی از حضرت باب را برای طاهره خواند، طاهره آیاتی را که در رویا شنیده بود شناخت. یکی از آثار باب به دست او رسید که براش تأییدی بود بر اون رویا و اینکه باب همون موعوده. دانش او آنقدر عمیق بود که تشخیص بده باب ادعای مظهریت میکنه. به عبارت دیگه باب ادعایی معادل ادعای محمد، یعنی شروع دور دینی تازه رو مطرح میکرد. او از عمق روحانی لازم برخوردار بود تا اون ادعا رو درک کنه. در این حال شجاعت لازم رو هم داشت تا اون رو اعلام کنه. طاهره تنها زن در میان حروف حی بود و تنها کسی که حضرت باب را ملاقات حضوری نکرد. پس از رسیدن اخبار موفقیت آمیز از پیروان خود، حضرت باب آماده شد تا پیام بدیع خود را به مقدس‌ترین مکان در جهان اسلام، یعنی مکه در حجاز ببرد. سفر حج به مکه و زیارت کعبه مناسکی است که همه مسلمانان وظیفه دارند حداقل یک بار در عمرشان آن را به جا بیاورند. ایشان با همراهی قدوس از طریق دریا عازم سفر حج شدند. شیعیان معتقدند که امام دوازدهم برای زیارت به مکه میره و در این سفر ظهور جدید رو اعلام میکنه. زائران 7 مرتبه دور کعبه طواف میکنند و این کلمات رو ذکر میکنند: لبیک اللهم لبیک. اما حضرت باب به این اکتفا نکردند.
حلقه در کعبه را به دست گرفتند و با صدای بلند خطاب به حجاج به این مضمون گفتند: من همان قائمی هستم که شما منتظرش بودید. و دوباره گفتند: من همان قائمی هستم که شما منتظرش بودید. و برای بار سوم به این مضمون گفتند: من همان قائمی هستم که شما منتظرش بودید. او اعلان امر کرد، اما متاسفانه گوش شنوایی نبود، کسی ایمان نیاورد. بعد از آن حضرت باب در نامه خطاب به شریف، بالاترین مقام مذهبی مکه، ابلاغ کلمه کرد. او به ندای الهی گوش نداد. بعد از حج، حضرت باب و قدوس شبه جزیره عرب را ترک کرده و بعد از سفری طولانی مراجعت کردند. در راه به او گفتند دیگر در این دنیا هم دیگر را ملاقات نخواهند کرد. به او فرمودند سرور وصف ناشدنی نوشیدن جام شهادت در راه خدا از آن تو خواهد شد. من هم در سبیل فدا قدم خواهم گذاشت و در ملکوت بقا به تو خواهم پیوست. با وجود بی‌اعتنایی علمای مکه، اعلام ظهور حضرت باب چنان پایه عقاید سنتی در ایران را لرزاند که دیگر بی‌اعتنایی ممکن نبود. از نظر سیاسی برای علمای اون زمان، ظهور هر دین جدیدی و عقایدی نظیر تحری حقیقت بساطشون رو به هم می‌زد. یعنی مردمی که موعظه اونها رو می‌شنیدن دیگه حاضر نبودن چون علما اونطور گفته بودن باور کنن، بلکه حالا وظیفه داشتن خودشون به تنهایی کتب مقدسه رو بخونن و با عقل خودشون اون رو بفهمن. وقتی قدوس و سایر بابیان به اعلام عمومی ظهور حضرت باب پرداختند، ریششان را تراشیدند، بینیشان را مهار و با تحقیر در شهر گرداندند و تبعید کردند. حسین خان حاکم شیراز دستور داد حضرت باب را به محض مراجعت از سفر حج دستگیر کنند. حسین خان دستور دستگیری باب را داده بود و گروهی را مأمور این کار کرد. باب با علم به این موضوع، همین که مأمورین را از دور دید، منتظرشون شد و خودش رو تسلیم کرد. مأمورین اونقدر تحت تأثیر این رفتار باب قرار گرفتن که او را با احترام تا شیراز همراهی کردن بدون قید و بند. حسین خان در مقر حکومت حضرت باب رو متهم به اهانت به اسلام کرد. حضرت باب در جواب صرفاً آیه ای از قرآن را در مذمت جهالت نقل کرد. این جواب حسین خان را برآشفت. از خشم به یکی از مأموران دستور داد سیلی بر صورت حضرت باب بزند. از شدت ضربه عمامه ایشان به زمین افتاد. یکی از علمای عالی رتبه اون زمان عمامه را برداشت، اون را تکان و بر سر باب گذاشت. تقریبا تا اواخر سال بعد حضرت باب تحت حصر خانگی قرار گرفت. با اینکه ایشان از ملاقات پیروانش منع بود، دعوت و شهرتش روز به روز فزونی می‌یافت و مردم از سراسر ایران به امید اینکه لحظه‌ای حضرت باب را ملاقات کنند و از تعالیم او مطلع شوند به سوی شیراز روانه می‌شدند. محمد شاه سلطان ایران بالاخره بر آن شد تا درباره موضوع تحقیق کند. از روی احتیاط وحید را که یکی از علمای مورد اعتمادش بود برای تحقیق درباره امر حضرت باب فرستاد. وحید به علم و دانش شهره بود. معروف بود که 20,000 حدیث از محمد و ائمه در حافظه داره. وحید با خود عهدی کرد. اگر ادعای حضرت باب را باطل بیابد، او را با شمشیر شاه بکشد. اما اگر ادعایش حق باشد، جانش را برای او بدهد. وحید به شیراز اومد و قرار ملاقاتی با باب گذاشت. اول بسیار مغرور بود. خودشو بی نهایت بالاتر از باب می دونست. اما به محض اینکه باب شروع کرد به پاسخ دادن به سوالهاش و میزان حقیقی دانش معنوی اون آشکار شد، وحید بیشتر و بیشتر به فکر فرو رفت و به خودش گفت که این شخص رو دست کم گرفته بودم. وحید در نظر داشت از حضرت باب قلباً بدون اینکه بر زبان بیاورد تقاضا کند شرحی بر سوره‌ای از قرآن مرقوم کند.
در نهایت بهت و حیرت او، حضرت باب به اراده خود تفسیری بر همان سوره نازل کرد. به مدت 5 ساعت بیوقفه و درنگ مشغول به نزول آیات الهی بود. وحید از فصاحت بیان و سرعت نزول آیاتی که تا به حال نظیرش رو نشنیده بوده بهت زده میشه و فوراً میفهمه ندایی که در پس این تفسیره چیزی جز ندایی که در پس خود قرآنه نیست. وحید بعداً مینویسد که اگر جمیع قوای عالم هم علیه من جمع می شدند، ممکن نبود ذره ای از ایمان من به عظمت امر او کم شود. در ملاقات با باب، وحید چنان مجاب شده بود که نامه ای به شاه نوشت و به او گفت هر اظهار نظر تحقیرآمیزی که نسبت به باب شده مطلقاً غلطه و در آخر گفت حالا من خودم پیرو باب هستم. گزارش شده وقتی شاه نامه عالم معتمدش را دریافت کرد، به صدر اعظم گفت اگر وحید بابی شده، پس نباید امر سید باب را کوچک شمرد. اما صدر اعظم آغاسی به نوعی مرشد و مراد شاه بود. به همین دلیل از ادعای قائمیت باب خیلی احساس خطر کرد. از همین رو اوامر مخصوصه شاه نادیده گرفته شد و حسین خان دستور داد هر کسی را در شیراز با آثار حضرت باب بیابند به شدت مجازات کنند. با وجود این همچنان عالم و عامی در جستجوی حضرت باب و تعالیمش بودند و خود را برای ملاقات حضوری او به خطر می انداختند. حسین خان به قصد دستگیری بابی ها که گمان میکرد تعدادشون زیاد باشه دستور داد شبانه به خانه دایی باب بریزن. اما به اونجا که رفتن متوجه شدن تنها کسایی که در خانه هستن باب هست، داییش و یک دوست. بعد از دستگیری آن 3 نفر به طرف زندان روانه بودند که دیدند در شهر ولوله شده است. در شیراز وبا سخت شایع شده بود و مردم به هراس افتاده بودند. داروغه زندانیان را به خانه اش برد، اما به محض ورود دریافت که پسرش به وبا دچار شده و حالش وخیم است. پدر گریان از حضرت باب تمنا کرد پسرش را شفا دهد. حضرت باب به داروغه امر کرد قدری از آبی که برای وضوء استفاده کرده بود به پسرش بدهد. پسر شفا یافت و خاطر پدر آسوده شد. بعد از آن داروغه از حاکم شیراز خواست که حضرت باب را آزاد کند و او هم موافقت کرد، البته با این شرط که آن حضرت شیراز را برای همیشه ترک کند. به او فرصتی برای خداحافظی با همسر و مادرش داده نشد. حضرت باب و خدیجه بعد از آن هرگز همدیگر را ندیدند. در تبعید حضرت باب تصمیم گرفت به شمال و به اصفهان برود. در سپتامبر 1846 وقتی حضرت باب وارد اصفهان شد، به امید اینکه حاکم اصفهان منوچهر خان را به حقیقت امر قانع کند، نامه‌ای به او فرستاد. او شخصی مهم، قدرتمند و در این حال فوق‌العاده وفادار به شاه و مورد اعتماد او بود. تقریباً همه از او حرف شنوی داشتند، به جز گروه کوچکی از ملایان لجوج. او در خاندانی مسیحی متولد شده بود و با اینکه خودشو معتقد به اسلام نشون میداد، اما میشه گفت در واقع قلباً به اسلام ایقان نداشت. منوچهر خان میخواست درباره ادعای باب تحقیق کنه، بنابراین چند مجلس برگزار کرد که در آن البته علما همیشه حاضر بودند. در یکی از این جلسات منوچهر خان خودش سوالی از باب کرد و گفت آیا شما میتونید دلایلی برای اثبات نبوت خاصه محمد بیارید؟ در کمتر از 2 ساعت حضرت باب رساله‌ای طولانی نوشت و نشان داد که هیچ چیز زندگی حضرت محمد تصادفی نبوده است. در این رساله اون نشون داد که نزول آیات الهی از طریق خود باب ادامه همون مأموریت محمده.
رساله‌ای که حضرت باب در آن روز مرقوم کرد چنان جلیل و مؤثر بود که منوچهرخان فوراً اقرار کرد ایمانش به حضرت محمد کامل شده است. او گفت: شهادت می‌دهم که علم و قدرت حضرت باب مافوق انسانی است و هیچ کس از راه تحصیل نمی‌تواند به این مقام برسد. دشمنان حضرت باب از دیدن مقام او دریافتند با قدرتی روبرو هستند که از آنچه تصور می‌کردند به مراتب عظیم‌تر است و بلافاصله فهمیدند که یارای مقابله با حضرت باب را ندارند و از همین رو در آن روز از بحث با او امتناع کردند. به دلیل بلند شدن صدای مخالفت میان علما، منوچهرخان متوجه شد که جان باب در خطره. منوچهرخان هر روز حمایت بیشتری از حضرت باب می کرد و اجازه خواست بخش اعظم ثروت خود را برای نصرت امر او تقدیم کند. اما حضرت باب درخواستش را رد کرد و به او گفت امر او را فداکاری فقرا و ضعفا مرتفع خواهد کرد. او قصد داشت ترتیب ملاقات شاه با باب را بده، چون باب این رو می‌خواست و خود شاه هم برای ملاقات باب ابراز علاقه کرده بود. اما تقدیر چنین نبود. منوچهرخان درگذشت. دشمنان حضرت باب ترتیب دستگیریش را دادند و به تهران فرستادند تا با عالی‌ترین مقام حکومت ایران یعنی شاه رو در رو شود. اما در دربار شاه در تهران صدر اعظم می ترسید که شاه هم به حلقه مریدان حضرت باب درآید و قدرت او تضعیف بشود. در عوض میرزا آقاسی صدر اعظم برای جلوگیری از ملاقات شاه با باب ترتیبی داد تا او به دورترین نقطه در شمال غرب ایران جایی به اسم ماکو تبعید بشه. امیدوار بود که باب رو در این قلعه منزوی کنه و به این طریق رابطه‌شو با پیروانش به کلی قطع کنه. اما راه آن سفر طولانی از تبریز می‌گذشت. کوچه و برزن این شهر مانند ورود ظفرمندانه حضرت مسیح به اورشلیم پر شده بود از کنجکاوان و مشتاقانی که هلهله می‌کردند و دست و پا می‌زدند تا بلکه لحظه‌ای حضرت باب را ببینند. نقل شده که حتی محافظین آن حضرت آشکارا مجذوب او شده بودند. هیچ کس اجازه ملاقات حضرت باب را در قلعه ماکو نداشت. قلعه‌ای در وسط کوه که آفتاب به آن نمی رسید. از پی سایه‌های بلند روزهای ماکو شب‌های تاریک و طولانی می رسید. از او حتی چراغی برای روشنایی دریغ می شد. با وجود این در این ایام صدها هزار آیه نازل کرد. بعضی از مهمترین آثار باب از جمله ام الکتاب دور بیان، بیان فارسی در ایام سجن ماکو نازل شد. در آثار سجن ماکو حضرت باب تفسیری جدید و از بن متفاوت از روز قیامت ارائه داد. از نظر مسلمانان قیامت خیلی آخر و زمانیه، روز داوریه، روز رستاخیزه، مرده ها از قبر بلند میشن و از این قبیل. باب به ما یاد میده که روز قیامت روزیه که پیامبر الهی جدیدی میاد و همه مردم وظیفه دارن که به عرفانش برسن و غم‌انگیزه که بیشتر مسلمان‌ها در عمل روز قیامت را از دست دادند. تعریف باب از قیامت، احیا، زمان تغییر، ظهور جدید یا حقیقت جدید بود. بنا به این تعریف، قیامت زمانیه که باید جشن گرفته بشه. باب اعلام کرد که بعد از او، خیلی زود بعد از او، من یظهر روح الله ظهور میکنه. یه فرستاده الهی جدید، پیامبری که به گفته باب ظهورش به مراتب عظیمتر از ظهور خود بابه. گرچه صدر اعظم در دور کردن حضرت باب از پیروان فداکارش موفق شد، هیچ چیز نمیتوانست مانع آمدن آنها به ماکو شود. رئیس سختگیر ماکو به تدریج با حضرت باب همراهی کرد و این انعطاف بیشتری به خرج داد. او به پیروان باب اجازه داد آزادانه به ملاقاتش برند و غرض اصلی از بودن باب در اونجا که منزوی کردنش بود کاملا نقض شد، چون مردم آزادانه به دیدن باب می اومدن و آثارش رو از اونجا به سر تا سر ایران می بردن. مردم می آمدن که صداش و حلاوت و لحن خوش دعا و مناجاتش رو بشنوند.
اما در تهران، صدر اعظم که از عجزش در سرکوب نهضت بابی و حتی مهار مأمور خودش به خشم آمده بود، حضرت باب را به زندانی در نقطه‌ای با محدودیت‌های شدیدتر به نام چهریق فرستاد. آن نقشه هم به جایی نرسید، چه که بار دیگر رئیس قلعه چهریق چنان مجذوب حضرت باب شد که او هم از سختگیری‌هایی که صدر اعظم دستور داده بود دست برداشت و به پیروان حضرت باب که تشنه شنیدن تعالیم او بودند اجازه تشرف داد. از افکار جدید مثل دادن حق به زنان که در اون زمان در جامعه ایرانی وجود نداشت استقبال می شد. بنابراین اون زمان برای کسانی که دعوتش رو قبول می کردند و ایمان می آوردند زمان سرور عظیم و شادی بزرگی بود، چون بزرگترین آرزوشون برآورده شده بود. یعنی زندگی در عصر و دوره‌ای که بتونن شاهد ظهور کسی باشن که قرنها انتظارش رو می کشیدن. تا اون وقت هنوز بعضی از بابی ها فکر می کردند که جنبش بابی حرکتی اصلاحی درون اسلامه. گرچه بعضی هم تقریبا قانع شده بودند که نه، این ظهوری مستقله. بنابراین باب همه سران بابی رو از سراسر کشور به جایی به نام بدشت فراخوند. اجتماع بدشت دوره بسیار مهمی بود در ظهور باب، گرچه خود او حاضر نبود. این اجتماع فرصت یا زمانی بود برای پیروان و مریدانش تا دین بابی رو مستقلن به پیش ببرن. تقریبا همه خواص اصحاب حضرت باب در اجتماع بدشت شرکت کردند، از جمله طاهره و میرزا حسین علی که بعداً نقش بزرگتری را در جنبش بابی به عهده گرفت و به بهاءالله معروف شد. گفته می شد که هدف از اون اجتماع تدارک خلاصی باب از زندان بود. اما هدف اصلی این بود، اعلام استقلال آیین بابی به عنوان ظهوری مستقل از جانب خدا و به دنبال اون اعلام نسخ شرایع قبلی از جمله احکام نازله از محمد در قرآن. چون مردم و حتی افراد برجسته بابی آماده نبودن، این واقعه دراماتیک، این نقطه عطف، خیلی باید با حکمت بیان می شد. بنابراین خواص پیروان حضرت باب قرار بر این گذاشتن که به تدریج حاضرین در این اجتماع را به این نتیجه سوق دهند که آیین بابی دور جدیدی است. اما حتی آن خواص هم از بهت و حیرت بی بهره نماندند. طاهره بدون حجاب وارد چادر شد. کاملا تکان دهنده بود. اینکه زنی صورتش رو در حضور مردها نمایان بکنه کاری بسیار انقلابی بود. صرف نگاه به سایه زن گناه تلقی می شد و بنابراین نگاه به صورت او عملی شنی بود و ظاهر شدن به اون شکل ایمان مردانی رو که در اتاق بودن به لرزه در آورد. حتی یک نفر اینقدر از این اتفاق وحشت زده شد که سعی کرد گلوی خودشو ببره. با اینکه اونها به نقطه‌ای رسیده بودند که بپذیرند این یک ظهور جدیده، انتظار نداشتند که این به معنای گسست کامل از آداب و رسوم و فرهنگشون باشه. او میخواست بگه که به لطف تعالیم باب حالا برابری مرد و زن یک واقعیته و دیگه قرار نیست کارها رو به روال قدیم پیش ببریم. بعد آیین بابی آیینی مستقل از اسلام بود و احکام و شرایع اسلام نسخ شد و از اون به بعد از احکام و شرایع باب پیروی شد. اعلام علنی دین جدید مبنای اتهام کفر به حضرت باب شد. از این رو در ژوئیه 1848 حضرت باب به تبریز احضار شد تا در مجلسی با حضور گروهی از علمای معاند و ناصرالدین میرزای ولیعهد محاکمه شود. آنها درباره تعالیم حضرت باب پرسیدند و نصیحت کردند ادعای خود را انکار کند. این یه محاکمه سوری بود. تلاشی بود برای تمسخر و تحقیر باب. سوالاتی که ازش می‌کردند کاملا بی اهمیت و پیش پا افتاده بود. آنها به جوابهای باب ایراد گرفتند و بیشتر و بیشتر عصبی شدند تا جایی که محاکمه از شأن خودش خارج شد و شروع کردند به آزار زبانی باب. سپس زمان مهمترین سوال آمد و پاسخ او: شما چه ادعایی دارید؟ و او سه مرتبه جواب داد:
منم آن قائم موعود، همانی که نامش هزار سال است ورد زبان شماست. اما باور نکردند و از او معجزه خواستند. حضرت باب پاسخ داد که معجزه من همانا معجزه حضرت محمد است، نزول آیات الهی. رأی علما بر این قرار گرفت که حضرت باب را مجازات فلک کنند و چوب به پایش بزنند. طرفه در تاریخ ادیان اینجاست که اولین کسانی که به پیامبر جدید حمله می کنند پیروان پیامبر قبلی یا بهتر بگیم علما هستند. فقط چند هفته بعد از محاکمه تبریز شاه ایران درگذشت. در سراسر مملکت اغتشاش به پا شد. ساده ترین کار برای صدر اعظم این بود که مسئولیت این اغتشاشات را بر گردن پیروان حضرت باب بیندازد. در شمال ایران گروهی از بابیان را که همراه ملا حسین بودند به شدت اذیت کردند و عده‌ای را به قتل رساندند. برای فرار از آزار و پیروی از تعلیم حضرت باب در اجتناب از خشونت، بابی‌های محاصره شده به حاکم تظلم کردند تا به آنها امان دهد از شهر خارج شوند. حاکم مکار موافقت کرد و دسته از سربازان را فرستاد. اما بابی‌ها در دام نیرنگ افتادند. سربازها شروع به تیراندازی کردند. بابی‌ها به رهبری ملا حسین با موفقیت از خود دفاع کردند. سربازها شکست خوردند و چند نفری که زنده مانده بودند فرار کردند. بابی‌ها که می‌دانستند به زودی با لشکر بزرگتر مواجه خواهند شد، در قلعه‌ای به نام شیخ تبرسی پناه گرفتند. در اون نبردها بابی‌ها جانانه در دفاع از خودشون جنگیدند و چندین ماه در برابر حملات نیروهایی که اونها رو محاصره کرده بودند قهرمانانه ایستادند. لشکریان شاه با اینکه تعدادشون چندین برابر بابی‌ها بود و تجهیزات و تسلیحات به مراتب بهتری داشتند، از پس گرفتن اون قلعه‌ای که بابی‌ها سر دستی ساخته بودند بر نیومدند. از ملا حسین بگیم، یه آخوند معروف که کارش قرآن خوندن بود و احتمالاً بیشتر از 45 کیلو وزن نداشت. سوار اسب میشه، شمشیر به دست میگیره و چندین نفر شاهد بودن که یک درخت و سوار و تفنگش رو با یه ضربه دو قسمت میکنه. اما ملا حسین در اثر اصابت گلوله‌ای به سینه‌اش کشته شد. با وجود این بابی‌ها چند ماه دیگر مقاومت کردند و لشکر شاه را به سطوح آوردند. تنها با خدعه بود که فرماندهان توانستند بر بابی‌ها غلبه کنند. قرآن مهر کردند که اگه تسلیم بشن همه در امان خواهند بود. بابی‌ها می‌دانستند که این حق است، اما از سر احترام به قرآن خود را تسلیم کردند. فرمانده به اونها حمله کرد، خیلی ها رو کشت و بقیه رو دستگیر کرد. همه اونهایی هم که دستگیر شدن در نهایت کشته شدن. قدوس یکی از چند نفر بازمانده قتل عام قلعه شیخ تبرسی بود. قصه شهادت او نمونه ایست از بیررحمی و قساوت مخالفان آیین جدید. لباس از تنش کندند و در غل و زنجیر در شهر گرداندند. گویی صحنه‌های هولناک مصائب مسیح را بازسازی می‌کردند. جمعیت با لعن و دشنام آب دهان به رویش افکندند و در آخر تن سوراخ سوراخش را شرح شرح کردند و سوزاندند. در زندان چهریق حضرت باب از شنیدن مصائب وارده بر پیروان با وفایش غرق در حزن و اندوه شد. بعد از مدتی که از شدت حزن و اندوه نزول آیات متوقف شده بود، حضرت باب در طی مکتوبی از پیروانش خواست آماده ظهور من یظهره الله شوند. در تابستان 1850، صدر اعظم ایران دستور داد حضرت باب را برای اعدام با جوخه آتش در ملأ عام به تبریز بیاورند. در کنار باب مصاحبش بود، مرد جوونی به نام انیس که خواسته بود با باب باشه و در موقع اعدام روبروی سربازها بایسته.
فرمانده فوجی که مأمور اجرای تیرباران شد، شخصی ارمنی به نام سامخان بود. او ذکر حضرت باب را شنیده بود و از ترس غضب الهی برای کشتن سیدی بیگناه در انجام دستور تردید داشت. سامخان به سراغ باب در زندان رفت و گفت که من هیچ عداوتی با شما یا آیین شما ندارم و فقط از دستورات پیروی می‌کنم. باب بهش تسلی داد و گفت اگه نیتت خالص باشه و راست بگی، مطمئن باش که خدا تو را از این بار مسئولیت معاف می‌کنه. با شنیدن آن کلمات، سامخان به دنبال انجام وظیفه رفت. سربازها اومدن باب رو ببرن و او گفت من هنوز صحبتهایی رو که کاتبم باید بنویسه تموم نکردم. سرباز گستاخی گفت وقتش رسیده، بایستی الان بیای، وقت تیر بارونه. باب گفت هیچ قدرتی در عالم نمیتونه مانع بشه که این کار رو تمام کنم. سرباز به هشدار حضرت باب اعتنایی نکرد و او را به میدان برد. بر پایی دو ریسمان بستند و حضرت باب و همراهش انیس را به آن آویختند. هزاران نفر جمع شده بودند تا شاهد اعدام باب باشند. عده‌ای روی پشت بام ها بودند، مقام ها اونجا بودند، روزنامه‌نگارها بودند و از هر طبقه و مقامی اونجا بودند. چون قضیه کوچیکی نبود، می‌خواستن یکی از نوادگان رسول الله رو بکشن. 750 تفنگچی از لشکریان شاه در سه صف قرار گرفتند. برای نشون دادن اقتدار حکومت و همینطور ترس دولت مردها. فکر می‌کردن که شاید بابی‌ها دست به شورش مسلحانه بزنن. فرمان صادر شد. سربازها شلیک کردند. از شلیک صدها تفنگ دود میدان را فرا گرفت. دود بارود که محو شد، انیس ایستاده بود بی هیچ جراحتی، با لبخند، و باب ناپدید شده بود. مردم مات و متحیر شده بودند. نمیتونستن اون چرا دیده بودن باور کنن. لبریز از وحشت و بهت شده بودن. چه اتفاقی افتاده بود؟ چطور میشد 750 تفنگ خطا کنن؟ و باب هم از نظرها غایب شده بود. فوری شروع کردن به جستجو که حضرت باب کجا رفت و دیدن که در همون اتاق خودش داخل زندانه و داره با کاتبش صحبت میکنه. باب رو به اونها کرد و گفت حالا که صحبتم رو تموم کردم، اجازه دارید هرچه میخواید بکنی. در این موقع سامخان به فوج خودش که سربازان ارمنی بودند گفت تمام شد، ما یک بار وظیفمون رو انجام دادیم و دوباره این کار رو نمی کنیم و رفت. فوج دیگری مأمور تیرباران حضرت باب شد. همانطور که حضرت باب و انیس را برای بار دوم از آن پایه می آویختند، خطاب به جمعیت کلمات آخر را به زبان راند. ای نسل سرکش، اگر به من ایمان آورده بودید، همه این جوان را سرمشق خود قرار می دادید. روزی خواهد آمد که به عرفان من می رسید، اما در آن روز من میان شما نخواهم بود. در اون لحظه دوباره به سربازها فرمان آتش داده شد و باب و همراهش تیرباران شدند. از اصابت گلوله ها اعضای بدن حضرت باب پاره پاره شد، به جز صورت ایشان که معجزه آسا آسیبی ندید. در آن لحظه که یادآور مصلوب شدن مسیح بود، طوفانی شدید بر فراز تبریز وزیدن گرفت. گرد و غبار چنان آسمان را تیره کرد که روز روشن شب تار شد. از اتفاقات آن روز روایت‌های بسیاری شده که در بعضی جزئیات اختلاف دارند، اما تنها واقعیتی که همگی حتی روایت‌های حکومتی بر آن اتفاق دارند این است که در تیرباران اول هیچ یک از گلوله‌هایی که فوج ارمنی شلیک کرد به حضرت باب اصابت نکرد. باب هرگز معجزه رو اثباتی برای حقانیت ظهور الهی نمی‌دونه. اما باب از این هم فراتر میره. او پیروانش رو از نسبت دادن هر معجزه‌ای به او منع می‌کنه.
و بنابراین این حادثه آخر در حیات باب واقعی معجزه آسا تعریف نمیشه. با وجود این هیچ توضیح قانع کننده‌ای برای اون وجود نداره و بنابراین اتفاقی رازآلود در تاریخ مقدس جهان باقی میمونه. بعد از شهادت حضرت باب، دشمنانش از پیکر بیجانش هم نگذشتند. جسدش را در خندقی در خارج از شهر انداختند تا طعمه درندگان شود. اما پیروان فداکارش توانستند شبانه جسدش را به مکان امنی انتقال بدهند. جسد او برای 59 سال مخفی ماند. اما در سال 1852، دو سال پس از شهادت حضرت باب، گروهی از بابیان که از قتل پیامبر خود گیج و مات بودند، به جان شاه ایران سوء قصد کردند. سوء قصد نافرجام ماند. شاه زنده ماند. صدر اعظم جدید دستور قتل عام بابی ها را داد و هزاران نفر را کشت. طاهر هم دستگیر و در تهران محبوس شد. در آنجا از شاه جوان نامه‌ای دریافت کرد که از او می‌خواست طریق حضرت باب را ترک کند. شاه گفته بود به اسلام برگرد تا بانوی حرم شاه شوی و هرچه اراده کنی در اختیارت قرار گیرد. اما پاسخ طاهره منفی بود. درباره اینکه اعدام میشه خواب دیده بود. شروع میکنه به روزه گرفتن و شروع میکنه به راز و نیاز. وقتی به سراغش اومدن طاهره به نوعی خبر داشت که قرار بیان. به خودش عطر زد، لباس سفیدی پوشید و برای اعدام آماده شد. این کلمات آخری است که از او نقل شده. می توانید مرا به سرعت بکشید، اما نمی توانید مانع آزادی زنان شوید. در اواخر سال 1852، ستاره تابناک امر حضرت باب رو به افول بود و تنها یکی از خواص اصحاب زنده مانده بود، حضرت بهاءالله. ایشان را غل و زنجیر کردند و در تهران به زندان مخوفی به نام سیاه‌چال انداختند. در سیاه‌چال و همراه با چند بابی دیگه بود که فرشته‌ای بر بهاءالله نازل شد و او برای اولین بار اشاراتی دال بر مأموریتش دریافت کرد که همان من یظهره الله است که باب بشارت داده. بهاءالله اون لحظه رو به فرو ریختن رودخانه عظیمی بر سرش تشبیه میکنه که اشاره است به نزول وحی الهی. در سال 1863 حضرت بهاءالله اعلام علنی کرد که او من یظهره الله تحقق کامل ظهور حضرت باب و موعود کل ادیان است. بعد از سالها تحمل اذیت آزار و دوری از وطن در نهایت به عکا تبعید شد. در اصل بهاءالله طرح اولیه‌ای رو توسعه داد که باب بنا گذاشته بود، یعنی دعوت همه انسان‌ها به اتحاد، از بین بردن نژاد پرستی، از بین بردن جنسیت گرایی، از بین بردن فقر و ثروت بی اندازه. در اصل تکمیل هدفی که باب جانش رو برای اون گذاشت. حضرت بهاءالله دستور داد پیکر حضرت باب به اینجا، یعنی حیفا، آورده شود و آرامگاهی برای او ساخته شود. امروز کالبد خاکی حضرت باب زیر گنبد طلایی باشکوهی آرامیده است که غرق در نور است. نوری که در دوره رسالت کوتاهش ظالمانه از او دریغ شد.